مولد النبي عليه الصلاة والسلام. تولد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. ولد علیه الصلاة والسلام في عام يسمى عام الفيل. اون بزرگوار در سالی که عام الفيل نامیده میشه متولد شدند. هذا العام اراد قوم اناس ان يهدموا الكعبة. در این سال گروهی از مردم قصد تخریب خانه کعبه رو نمودند. نعم و خرجوا في جيوش ومعهم الفيل و در قالب لشکری انبوه که با خودشون فیل داشتند به سوی مکه حرکت کردند. عندما وصلوا الى مکه زمانی که به مکه رسیدند الفيل توقف ما استطاع ان يدخل. فیل از حرکت باز ایستاد و نتونست به راه خودش ادامه بده. و فی هذا تنبیه لبعض المسلمین. اینجا یک نکته و مسئله اساسی هست که تذکری و یک یادآوری برای مسلمانان هست. هذا الحيوان هذا الفيل هو اكبر حيوان على اليابسه. فیل بزرگترین حیوان بر روی سطح خشکی است. ما استطاع ان يتعدى على بيت من بيوت الله. نتونست به خانی از خانه های الله تعدی بکنه. و هناك بعض الناس هدانا الله اياه يتعدى على بيوت الله. اما برخی از مردم به خانه های الله تعالی تعدی می کنند. نعم ثم ارسل الله سبحانه وتعالى على هذا الجيش اسراب من الطير ترميهم بحجاره. سپس الله متعال لشکریانی از پرندگان رو به سوی این لشکر فرستاد که با سنگ اونها یا با سنگریزه اونها رو هدف قرار دادند. هلک جميع الجيش ماتوا. همه سپاهیانی که به قصد تخریب کعبه رو داشتند هلاک شدند. اراد الله سبحانه وتعالى ان الناس كل الناس سواء كان من المسلمين او من غير المسلمين يعرف ان لهذا البيت خصوصيه المسجد الحرام بمكة. الله متعال بدین سان نشان داد که مردم بدانند و دریابند که این خانه خصوصیت خاص و ویژه‌ای دارد. و هناك شيء سيحدث و اونجا اتفاقی خواهد افتاد. و هو بعثه النبي عليه الصلاه والسلام که عبارت است از بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. ولد في ربيع الاول اون بزرگوار در ماه ربیع الاول چشم جهان گشود. فی یوم الاثنین روز دوشنبه. لكن لا احد يعرف تاريخ الولاده بالضبط هل هو في العاشر في الحادي عشر في الثاني عشر في الثالث عشر لا احد يعرف. اما کسی به طور دقیق نمیدونه که مشخصا تولد اون بزرگوار در چه تاریخی بوده، ده ربیع الاول، یازدهم، دوازدهم و چه روزی از ماه به طور مشخص کسی نمیدونه. لان هذا ليس بمهم. چرا که این موضوع مهم نیست. المهم عندنا اننا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. اما آنچه که مهمه و حائز اهمیت این که ما از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تبعیت بکنیم. اما نجعل له عيد ميلاد كما نصنع للاولاد كما يصنع اهل الكفر هذا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. اما اینکه برای اون بزرگوار جشن تولد و جشن میلاد بگیریم مانند جشن میلاد گرفتن برای فرزندان یا اونطوری که کافران جشن میگیرند این چنین چیزی مشروعیت نداره و درست نیست. نعم نصوم يوم الاثنين لان هذا اليوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله. روز دوشنبه رو روزه میگیریم برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله در همچین روزی متولد شدند به شکرانه این نعمت. مات ابوه قبل ان یولد. اون بزرگوار قبل از این که متولد بشند پدرشون رو از دست دادند، پدرشون وفات نمود. فولد علیه الصلاه والسلام یتیما. به عبارتی دیگه اون بزرگوار در حالی چشم به جهان گشودند که یتیم بودند و پدرشون از دنیا رفته بود. و بهذا نعلم ان الله سبحانه و تعالی قدر هذا على النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما يقدر الله على العباد فهو خير. اینجاست که در میابیم که این تقدیری بود که از سوی الله متعال بر اون بزرگوار رفته بود و هر تقدیری که از سوی الله بر بندگانش بره خیر در همون هست. والله اعلم.